رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من 17 سالمه، سال آخر دبیرستانم، رشتم ریاضیه. سوالم اینه که من اصلا نمیتونم درس بخونم، یعنی نه که نمیتونم، درس نمیخونم، خیلی تنبلم. میخواستم من چیکار بکنم؟ خب معمولا ماجرایی به اسم تنبلی ما نداریم، یعنی واقعا چیزی به اسم تنبلی نیست، برای اینکه آدمایی که در یه زمینه تنبلن تو زمینه دیگه نیستن. ولی اگر کلا من آدمی هستم که انرژی ندارم، حوصله ندارم، اینقدر گرفتاری ها و جنگ داخلی و درونی دارم که همه انرژی منو اونجا مصرف میکنه، اونو میتونم بفهمم. اما موضوع خیلی روشن عزیز، ما تو دنیایی هستیم که میدونیم آنچه که انسان رو تعریف میکنه، مشخص میکنه، اصلا میگه کی است، احتیاج یا نیازه. و من بارها گفتم اگر شما تو 5 یا 10 دقیقه به من بگید چه احتیاجات فیزیکی، روانی و اجتماعی دارید و چگونه میخواید اونو برآورده کنید، من بیش از همه راه دیگری میتونم بگم شما چگونه آدمی هستید. حالا روزی که من احتیاجات فیزیکی و روانی و اجتماعی رو دارم و میخوام اونها رو به نوعی ارضا کنم، در نتیجه فرض کنید میخوام از نظر مالی و نیازهای فیزیکی زندگی خوبی داشته باشم، از نظر روانی میخوام در شرایط و موقعیت خوبی به سر ببرم، از نظر اجتماعی میخوام جایگاه و پایگاه اجتماعی خوبی داشته باشم، یعنی این احساس نیاز و خواسته و احتیاج رو میکنم، در من دو چیز به وجود میاد، یکی انگیزه یا نیت که پس باید درس بخونم، پس باید کار بکنم، پس باید ورزش بکنم. بنابراین من انگیزه یک انجام کارا دارم به وجود میاد، درست مثل آدمی که گرسنه است یا تشنه است، پامشه دنبال غذا یا آب میگرده، اگر نیست که نمیگرده. دوم برای من هدف مشخص بشه. خب من برای تحقق اینا باید دیپلممو بگیرم، باید لیسانسمو بگیرم، باید هفته 5 روز برم باشگاه ورزش بکنم برای سلامتی بدنم. بنابراین اونا مشخص میشه. تو روزی که برمیگردی میگی من نمیخوام یا نمیتونم یا نمیکنم، معناش این هست که موضوع احتیاج، چه فیزیکی چه روانی چه اجتماعی، برای تو به دلایلی خاموش شده. حالا بیشتر اوقات هم جنبه بد و منفی داره، یا مثلا به عنوان یه دختر مثال، حرف این است که من نیازهای فیزیکیم رو، شوهرم نیازهای روانیم و خانواده و ازدواجی که میکنم، نیازهای اجتماعیم این که من زن کی هستم مشخص میکنه. پس من قرار نیست کاری بکنم، یه دونه هدف میتونم داشته باشم و اونه که یه همسر خوب پیدا کنم که بتونه نیازهای فیزیکی و روانی اجتماعی منو برآورده کنه. این پاسخه که آدم رو میبره به قول تو به تنبلی، ولی از نظر روانی دیر یا زود که امکان نداره به 45 سالگی برسه، افسردگی دمار از روزگارش در میاره، چون موضوع بدن انسان و مغز انسان برمیگرده به اینکه چه اندازه ما باش کار میکنیم، چون اینا مثل عضله و ماهیچن، هرچی بیشتر ازش استفاده کنی قوی تر میشه. ورزش در حقیقت تو استفاده از ماهیچهاته سبب میشه تو قوی تر بشی. خب روزی که آدم زندگی رو که یک ماهیچه هست به کار نگیره و ازش استفاده نکنه، خب از کار میفته و از پا در میاد. بنابراین سرانجام یه آدمی مثل تو تنها این نیست که کاری نمی کنی، تنها این نیست که رنجی نمیبری، لذتی هم نمیبری، و دیر یا زودم به عنوان یه انسان، به عنوان یه پرندهی که در آسمانه و باید پرواز بکنه و پر بزنه، اگر تو پرواز نکنی خب زمین میخوری و از پا در میه. بنابراین موضوع جدیتر از ایناست. حالا چرا تو به اینجا رسیدی که نیازهای فیزیکی نداری یا برات مهم نیست یا روانی یا اجتماعی نیست؟ یا یه بازی و بهانه‌ای، گفتم مخصوصا میتونه در برخی از جوامع برای خانوما باشه که رفع نیازهای فیزیکی و روانی اجتماعی من فقط موکول به انتخاب همسر. و معلومه که در دنیای امروز که ماجرای تقسیم کار مانند گذشته نیست، که زن کارهای داخل خونه رو بکنه، مرد کارهای خارج رو، و در نتیجه زندگی جدایی داشته باشن، بلکه هر دو درگیر همه کارها، حالا با نسبتی متفاوت هستن، معلوم از پا در میای عزیز. یعنی تو تصمیم گرفتی که از اتومبیل دنیای امروز استفاده نکنی، تصمیم گرفتی که خودت مثلا
یه باغچه درست بکنی، گندم توش بکاری، نان تو تهیه کنی، بعدم خودت با یه فلاکت و بدبختی یه کفشی برای خودت درست کنی، پات کنی. خب معلوم از پا در میاد. بنابراین این موضع بی تفاوت بی طرف رو باید رها کرد. بنابراین تو این نه، من زمینه فکر کنم که شما اشتباه متوجه شدین، چون من اصلا بی تفاوت نیستم. اتفاقا خیلی چیزا دارم، چیزا هست که میخوام، خیلی احتیاجا هست، خیلی برنامه های کامل و ایدئالی تو ذهنم هست. خب چون کار ولی نداره، چون تو اگر فرض کن تو میخوای دکتر بشی، یعنی میخوای درس بخونی، چجوری میخوای دکتر بشی؟ هر پرت و پلاها چیه؟ تو به من بگو آرزو دارم. خب بله، ولی کسی که به آرزوش در دنیا نمیرسه عزیز، هیچ کس به آرزوش نرسیده. گفتم همیشه استثنا مثل بردن بلیط بخت، هیچ کس به آرزو، آدم ها به هدفشون میرسن. هدفم یه موضوع تعریف شده مشخصه. یعنی وقتی تو میگی فردا ساعت 9 صبح دم دبیرستان، همه میدونن فردا صبح ساعت 9 صبح دبیرستان تو، رای بدونن کجاست. هدف آدم بهش میرسه. من دلم خیلی چیزا میخواد، خونه خوب میخواد، نمیدونم زندگی خوب میخواد، درآمد خوب میخواد، ولی بعد حاضر نیستم براش کاری بکنم. این معنی داره، اون که آرزوه، اون که میتونه خواسته باشه، هدف نیست. و بعدم به نیاز تبدیل نشده که من فکر کنم باید برآوردهش کنم، مگر اینکه گفتم یه راه حلی پیدا کن. چطور من متوجه نشدم؟ تو متوجه نشدی عزیز. تو اومدی دو چیز رو با هم اشتباه کردی، آرزوات رو با احتیاجات. بعدم احتیاج هایی به صورت جد، تو های تشنه باشی داری میمیری، منتظر میشی بگی من حوصله ندارم، تنبلم، برم بگردم آب پیدا کنم، خب میمیری. من شوخی داره. بنابراین آنچه که تو برای خودت ساختی معلومه دنیای ذهنی و خیالی. به من بگو چند تا خواهر برادر داری، چندمی هستی؟ یه خواهر کوچیکتر دارم، 11 سال و نیمشه. خب بنابراین تو 5 سال و نیم بچه تک تنها بودی و در نتیجه معلومه رویایی و خیالی و هوایی شدی. یعنی تو تبدیل شدی به یه آدمی که در دنیای ذهن و خیال زندگی میکنی. برای خودت یه قانون و قواعدی میسازی عزیز، ولی واقعیت چیز دیگری است. بنابراین مشکل اصلی و اساسی همه ی آدم ها تو انگیزه و هدف، احتیاج و نیازه و برآوردن اون. حالا کی پا میشه فرض کن قضا درست بکنه بعد بریزه دور؟ کی پا میشه راه بیفته بره وسط بیابون چا بکنه آبش رو در بیاره بریزه دور؟ بی دلیل که ما این کارا رو نمی کنیم عزیز. اگه یک کسی میره یه جای چاه میکنه برای که فکر کنه احتیاج به این آب هست، چه برای آشامیدن، چه برای زراعت و کشاورزیش. اگه قرار باشه همچی چیزی نباشه که کسی نمیره چاه میکنه. بنابراین روزی که تو فکر میکنی آرزوها داری، بله گفتم متاسفانه بسیاری از اوقات برای آدم ها متوجه نیستن، آدم ها با آرزوشون نمیرسن. اصلا این اصلا از اون حرفای عجیب و غریبه و متاسفم که بسیاری از سمینارها و کنفرانس‌ها و از این کتاب‌های مزخرف تو خالی بدون پایه و مایه علمی درباره نمیدونم خواستن توانستنه که وحشتناکه. این حرف دلیل این هست که اصلا آدم‌ها به همین دلیل معتادن، چون هر فکر هر وقت بخوان میتونن. یا اصلا خواستن توانستن نیست، خواستن اصلا داشتنه. اون فیلم یا اون دروغ بزرگ سیکرت یا راز که یه مقدار شالاتان حق باز که رئیسشون هم 20 ماه زندان بود به خاطر کشتن غیر عمد 3 نفر، یه دکون اینجوری باز کردن و آدم های هپل هیپویی که متوجه واقعیات نیستن یه دفعه اصلا فکر میکنن اگر یه چیز رو واقعا بخوان، اگر یه چیز رو واقعا احساس کنن، اگر یه چیز رو باور داشت باشن میشه. گویی من اگر فرض کنین هی بشینم 5 سال با تمام وجودم باور کنم، احساس بکنم که زبان فرانسه بلد باشم، یه روز پا میشم فرانسه حرف میزنم، و اگر آرزو این باشه که قدم 1 سانتی متر بلندتر بشه، یه روز صبح بلند میشم 1 سانتی متر قدم بره. یعنی اصلا خنده دارند این باورها و اعتقادات. و چه میشه کرد که متاسفانه عده‌ای به دلیل نظام عقلی خالی از عقل و استدلالشون متاسفانه هم چه حرفایی میزنن. از این تکلیف بسیار بسیار روشنه. نتیجتا تو اگر حرف این است که من در زندگیم احتیاجاتی دارم و این احتیاجات نوع خوبش رو میخوام،
خانه خوب میخوام، لباس خوب میخوام، اتومبیل خوب میخوام، زندگی خوب میخوام، محل زندگی، فرصتهای خوب میخوام، باید براش تولید کنی. بله، پدر تو میتونه ثروتمند باشه، مقدار از اینا رو برای تو برآورده کنه، شوهر میتونی داشته باشی، همه این امکانات یه مقدارش برای تو فراهم کنه. این قسمت بیرونی مسئله است، این قسمت خارجیه. ولی اون چی که در درون تو میگذره که مسئله مهم اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان درگذره، مهم اینه که آیا تو یه عضو فعال در حال حرکت و جنب و جوشی هستی یا نیستی. به همین جهت است که بدن و مغز من و تو تا زمانی که خوب کار میکنه و به کارش میگیریم عمل میکنه. این یعنی یه سیستم است. تو پا تو بگیر یه جایی بشین نیم ساعت تکون نخور، بعد از نیم ساعت تو نمیتونی راه بری، تو همین سن 17 سالگی به اصطلاح خودمون خواب رفته، برای که سیستم باید کار بکنه. امروز رئیس بانک مرکزی امریکا، رئیس دو تا رئیس قبلیش، وقتی که حرف میزد در سن نزدیک 90 سالگی مغزش کاملا کار میکرد، برای که فعال بود. بسیاری از آدم هستن که بعد از 60 سالگی شروع میکنن و همه چیز رو فراموش کردن و توان جمع و جور کردن خودشون رو ندارن. چرا؟ برای که این مغز رو به کار نمیگیرن. چرا؟ برای که این بدن رو به کار نمیگیرن. بنابراین در زبان انگلیسی اصطلاحی میگن If you don't use it, you lose it. یعنی اگر ازش استفاده نکنی از دستش میدی. بنابراین تو میتونی نیازهای بیرونیت رو از راههای دیگری برآورده کنی، ازدواجت، خانوادت، بلیت بخت آزمایی ببری برای جنبه های مادیش. ولی آنچه که مربوط به درونتونه، مثل یه بدن سالم، مثل یه بدن زیبا، مثل یه بدن قوی، که اینا رو دیگه باید روش کار کرد عزیز. بنابراین با لغت من تنبلم و اینا یه بازیست. بله تنبل نباش، یعنی اینا واژه های بسیار خطرناک تو خالیست که از نظر علمی هم همونطور که گفتم معنایی نداره. نتیجتا تو اگر بخوای به هدفهایی برسی نه به آرزوها، هدفها رو باید تعریف کنی، استراتژی یعنی نقشه و طرح و برنامه رو براش مشخص کنی، کار رو شروع کنی و به پایان برسونی. درست مثل قراری که فردا داری ساعت 9 صبح دم دبیرستانه، تو باید به موقع حاضر بشی، فاصله رو به حساب بیاری، ای بس و 8:30 صبح از خونه را بیفتی که بتونی نیم ساعت بعد اونجا باشی و از یک مسیر یا چند مسیر این باید بری که فقط به اونجا میرسه، نه اینکه سر از جای دیگه در بیاره. یعنی دنیا یه چیز هپل هیپوی نیست که آدم همینجوری بخواد یا نخواد و اتفاق بیفته. به همین جهت است که من توی سیدی راز و رمز موفقیت که به توصیه میکنم بشنوی، معتقدم 45 تا اصل هست که باید درست بشه. به صورت یک هرمی هست که 9 و 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1، و این 45 تا که روی هم استوار بشه و همه اجزایش باشه، تو مثل یه آدمی که میتونه یه ساختمونی بسازه یا یه بدنی درست میشه، میشه درستش کرد. دنیا راه دیگری نداره عزیز، و همه کسانی که تونستن به هدفاشون برسن کار کردن و اون رو به وجود آوردن یا دیگران براشون به وجود آوردن بهشون دادن. بنابراین با این موضوع تو باید بدون چه میکنی. حالا من به پیام ها رستم، اگر فکر کنی حرف دیگری داری یا مطلب رو به گونه ای بخوایی مطرح کنی میتونیم بشنویم. اگر فکر کنی صحبت رو با هم کردیم خداحافظی کنیم، هر جور میل توه. نه من میخواستم یه بر راجع به این راجع خواهم صحبت کنم، راجع به این چند سال اخیر، چون من افسردگی و استراب و اینا هم گرفتم. حالا خب اینا نتیجه همین هاست دیگه عزیز. اصلا من که دارم به تو میگم، تو اصلا افسردگی و استراب و خشم و وسواس و احساس و گناه حالات عاطفی هستن، ولی برمیگرده به عدم توجه ما به واقعیت، نپذیرفتن متناسب مسئولیت و به کار نگرفتن علم و عقل. وقتی ما به واقعیت توجه نمی کنیم، وقتی مسئولیت رو نمی پذیریم، وقتی علم و عقل رو به کار نمی گیریم، خب معلومه افسرده میشیم، مضطرب میشیم، نگران میشیم. خب این رو چیکار کنم؟ من مسئولیتمو میپذیرم، کاری که باید بکنم و انجام میدم. نمیفهمم یعنی چی کار رو باید بکنم انجام میدم. آخه تو بر اساس حرفایی که تو خودت آمدی میگی من تنبلم، یعنی کاری که باید انجام میدم انجام نمیدم. تو که نمیتونی نظرتون بعد درباره خودت، چون گفتم یه دنیای خیالی در جور دلت راجع به خود حرف میزنی، میگه 17 سالمه، 27 سالمه، 67 سالمه، چون کسی هم که نمیتونه بگی چند سالته. من نمیدونم چند سالته،
جا به جا نشو عزیزم. تو واقعیت رو میپذیری و مسئولیت معلومه باید درس بخونی. تو این سن و سال تو این شرایط غیر از درس خوندن کار نیست. تو باید انقدر خوب درس بخونی که بتونی بری دانشگاه خوب و از اونجا در یه رشته خوب فارغ التحصیل بشی تا بتونی احتیاجات خودت رو برآورده کنی. شوخی هم نداره. مگه راه دیگه ای هست؟ بنابراین یه ذره فکر کن، اگر خواستی یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. خیلی ممنون.